بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشید. امروز شنبه است، 21 ماه سپتامبر 2019 میلادی، و برنامه فوق‌العاده‌ای رو تقدیم به شما میکنیم. میدونید شما، ما در روزهای آخر هفته معمولا برنامه نداریم، مگر اینکه دوستانی باشن که برنامه به صورت فوق‌العاده باشه و نتونیم روزهای معمولی این دوستان رو داشته باشیم. اون وقت روزهای شنبه یا یک شنبه میایم و با شما هستیم. در این برنامه زنده میتونید از طریق فیسبوک با ما تماس بگیرید یا از طریق شماره تلفن که با 202 شروع میشه، 202-695-2573. نگران نباشید، اگه تون میگم در این برنامه زیر صفحه نوشته میشه و میتونید ببینید. تماس میتونید بگیرید و تکست پیام. و امروز نور علی نور هست. چرا؟ دکتر نسترن زانوسی رو شما سالهاست میشناسید و من هم این افتخار رو دارم که سالها هم محل هستیم، هر دو در ویرجینیا زندگی میکنیم، و افرادی که خودشون رو به اصطلاح مسئول میدونن به انسانیت، به مملکتشون، به میهنشون، و نمیشینن منتظر این که حکومت کاری انجام بده، خودشون قدمی پیش میگذارن و کمک میکنن. حالا هر چقدر این قدم به نظر خودشون یا دیگران کوتاه و کوچک باشه، ولی بعدا میبینیم که خیلی موثره. خانم دکتر نسترن زانوسی امروز برای من و شما یک هدیه هم آوردن، و من ضمن سلام به ایشون از ایشون میخوام که اولا به ما بگن که سفر قبلی کی بود. ماشاءالله ایشون از بس مسافرت میره دیگه ما حساب ماه و روز و اینها از دستمون میره، و اگر ایشون لطف کنن توضیح بدن بیشتر و بگن برای شما دوستان که آشناییشون با این دکتر عزیزی که حالا باشون کار داریم، اول کار هست فعلا، آقای دکتر محمد فخارزاده چگونه بوده و چه باید کرد، مخصوصا که ما ایرانی ها در رابطه با این روانپزشکی و روانشناسی و اینها هنوز جا نیفتاده در جامعه. من ساکت میشم و میکروفون رو در اختیار خانم دکتر نسترن زانوسی میگذارم تا ما را آشنا کنن با مهمان برنامه، ضمن این که درباره آخرین سفرشون هم صحبت میکنن. خانم زانوسی خیلی خوش آمدید، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید با شما هستید. سلام جناب آقای سروی و سلام خدمت بیننده محترم تلویزیون. امروز 3 شهریور ماه، روز قبل از اول مهر، که مدارس توی ایران، در ایران، در افغانستان، در کشورهای مثلا اون طرف داره باز میشه. خیلی خوشحالم که این برنامه مصادف شد با شروع مدارس در ایران. من سفر قبلی که ایران بودم در 17 جولای بود، که حدودا فکر میکنم میشه اواخر تیر ماه یا افوز میخوام اواسط تیر ماه در ایران، و در سیستان و بلوچستان بودم و در مشهد، و هفته آینده هم 6 مهر ماه برمیگردم به همون مناطق که خوشبختانه سعادت اینو دارم تقریبا هر دو ماه میدم. امروز این افتخاریه واقعا برای من که فکر کنم و برای جامعه ایرانی، که یکی از اینطوری میتونم بگم واقعا با سوادترین و انسانترین پزشکان ایرانی رو که لاغل در این مقطع زمانی من و همسرم تونستیم با ایشون آشنا بشیم و معرفی کنیم. آشنایی من با ایشون اوریجینالی، یعنی انیشیالی، از طریق این بود که همسر من یه مریض سایک داشت و یه حالت کانسالتیشن حقیقت تلفنی با آقای دکتر داشت که از طریق اینترنت با ایشون آشنا بود. یه آقایی بودن که در کالیفرنیا هوملس شده بودن و دچار یه مقدار اضطرابات خیلی بالای روحی و مشکلات مختلف، و آقای دکتر محمد فخارزاده لطف کردن با همسر من دکتر سعید زرزی
در رابطه با اون بیمار قدم به قدم راهنمایی و مشورت پزشکی و تنظیم دارو و راهنمایی پزشکی که لازم و واجبه که دو تا پزشک بخوان با هم انجام بدن انجام دادن. من خوشبختانه به لطف آقای دکتر و اول که خدای مهربون، ولی به لطف آقای دکتر و دکتر درمانی اون شخصی که به اصطلاح مورد صحبت هستش، الان اون آقا حالشون خیلی بهتره و دوشنبه 23 سپتامبر دارن برمیگردن به خونه خودشون با یه درمان خیلی خوب و قوی تحت تیم پزشکی. بعد از این مورد من یک کودک 5 ساله از استان سیستان و بلوچستان در تهران برای درمان دنبال کاراش به اصطلاح برای اسکانش برای پرا دادن دنبال بودم و به تعدادی از دوستان ایرانی خواهش کردم هر کی میتونه جا بده که به دلایلی بعضی از دوستان موفق نشدن و من این ایمیل رو برای همه فرستادم، یعنی individually برای آدم مختلف. و آقای دکتر فخارزاده اولین و شاید تنها کسی بودن که قبول کردن که به این خانواده که 5 نفر بودن به اضافه این پسر کوچولو 5 ساله که مشکل برای قاب پا داشت، یعنی مشکل پا داشت، به اینا جا دادن از طریق مادرشون در تهران. و این خیلی واسه من حقیقتش خیلی تکون دهنده بود که ایشون تا این حد حاضرن همکاری کنن. و آقای زربی تو مسافرت هایی که من میرم مرتب به ایران، افرادی که من باشون اینتراکشن دارم و میبینم آزردگی های روحی زیاد دارن و این ابزرویشنی بوده که من داشتم و میبینم که اینا نیاز به کمک در درمان و در به اصطلاح کمک برای التیام مشکلات روحیشون دارن. و همونطور که شما میدونین آقای دکترم خودشون فرمودن، ایران واقعا مجهز به پزشکای بسیار بسیار حاضر و عالی و فوق العاده خوب، ولی به دلایل شاید کمبود روان پزشک اون کاری که باید و شاید انجام نمیشه. و من مریض داشتم در مشهد در سفر اخیر که 2 بار سعی کرده بود دست به خودکشی بزنه، بچه هاش به بهزیستی پرورشگاه بهزیستی داده شده و مشکلات زیاد. هدف من اینه که با اعمال کردن جامعه پزشکی خارج از ایران بیشتر و قوی تر در کنار کمک های دیگه جامعه خارجی یعنی ایرانی خارج از ایران به طرف مردم ایران بریم و با هم بتونیم قوی تر دست کودکان ایرانی، سالمندان ایرانی، مریض های ایرانی یا افغان یا عرب یا هر قومی که در ایران داره زندگی میکنه و تحت تحریم هستش بتونیم دست اینا رو بگیریم، مخصوصا با مسائلی که دیروز پیش اومد و دونالد ترامپ دوباره تحریمات رو بر ایرانی نشنال بانک، بانک ملی به طریقی که اکسپت یعنی زیادتر کرد و این مسائلی که پیش اومده، من فکر میکنم وظیفه ما هر کدوم هر راهی که امکان داره رو به کمک به طرف مردم بریم. بسیار ممنونم. اجازه بدید که شما میخوان روی خط باشید که با آقای دکتر فخارزاده صحبت کنیم، اگر این وقت لازم شد از وجود شما هم استفاده کنیم، یا میخواین قطع کنید و برنامه رو از طریق مردم تیوی یا به اصطلاح فیسبوک تماشا کنید؟ من با اجازتون رو خط میمونم. بله بایزید. بله خیلی ممنون، متشکرم. و اجازه بدین من سلام کنم به آقای فخارزاده، دکتر عزیزمون که دعوت ما رو پذیرفتن و من تصویر ایشون رو هم بیارم اینجا و تشکر کنم که صبر کردن تا ما بتونیم این ارتباط رو برقرار کنیم. ولی قبل از اون من میخوام یه مقداری از بیوگرافی یا زندگی نامه ایشون بگم. آقای دکتر محمد فخارزاده فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی
هستند از ایران و مدرس دانشگاه علوم پزشکی با سابقه 20 ساله آموزش رشته اعصاب و روان و تربیت دانشجویان پزشکی، درمان و معالجه بیماری های سخت روان پزشکی در منتال هاسپیتال، روان درمانگر و مشاور خانواده. البته یه مقداری از این چیزها اصطلاحات جدیدیه برای افرادی که مثل من بیش از 30 سال 40 سال خارج هستن، ممکنه ناآشنا باشن و همین دلیل خوبی هست که ما از آقای فخرزاده و از دانش ایشون و تجربیاتشون استفاده کنیم. من قبل از هر چیزی از اینکه ایشون در منزل و در دل خودش رو باز کرده و به اونایی که احتیاج دارن جا و پناه داده تشکر میکنم. حتی شما گفتید که مادر ایشون در ایران به اصطلاح کمک کرده، لطف کنید از قول ما از ایشون تشکر کنید و من ساکت میشم. آقای فخرزاده، دکتر عزیز، لطف کنید یه مقداری خودتون برای دوستان بگید که شما کی هستید، امروز کجا هستید و چه میکنید. و من امیدوارم که این اولین باری هست که شما اینجا هستید ولی آخرین بار نباشه. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان و تلویزیون مردم، بفرمایید با شما هستید. سلام علیکم. سلام. قبل از اینکه من بخوام به معرفی خودم بپردازم، به قدر کافی شما توضیحات لازم رو فرمودید، ولی من بیشتر خودم رو نمایندگی به اصطلاح بسیاری از پزشکانی در ایران میدونم که به اعتقاد من، چون از نزدیک باهاشون کار کردم مدت 20 سال، معتقدم که یکی از حاذق‌ترین طبقات اجتماعی در داخل ایران به عنوان یک سرمایه عظیم اجتماعی پزشکان هستن. متاسفانه بنا به دلایلی چه در داخل و چه در خارج مورد بیمهری قرار میگیرن. من به عنوان یه روان پزشکی که سابقه 20 سال کار و آموزش دارم و در کنار 1200 روان پزشک دیگه که یکی از یکی به نظر من مبرزترین و حاضرترین و دلسوزترین هستن، افتخار اینو داشتیم در طی این مدت به جامعه بیمار ایران کمک کرد. چیزی که باعث شد که من در واقع احساس تکلیف بکنم این هست که فکر میکنم کشور ما در یه شرایط بحرانی هست و نمیخوام بحث جامعه شناسی رو باز کنم، ولی خیلی خلاصه میگم که کشور ما دارای منابع بسیار بسیار غنی فرهنگی هست. جغرافیای فرهنگی ایران روش اگر شما دقت کنید فراتر از ایران هست، به افغانستان میرسه با 200 سال سابقه جدایی، ولی پاره تن ایران هست و تاجیکستان، به اضافه یک طبقه متوسط اجتماعی بسیار قوی و قدرتمندی که در طی چند سال گذشته شکل گرفته. بخش زیادشون دانشجوها هستن، پزشکا هستن، مهندسین و معلمین هستن و منبع عالی و بسیار اثرگذاری هستن برای هر تغییراتی که در جامعه و اجتماع ما میبینیم. متاسفانه بسیاری از ما روی مسائل سیاسی فوکس میکنیم و مثلا میخوام وارد این بحث بشم، چون سوژه مورد علاقه من سازمان های مردم نهاد هست یا سازمان های غیر دولتی. یعنی ما کاری نداریم که چه دولتی میاد چه دولتی میره، سیاست در چه منوال هست. خود من شخصا تندنسی و گرایشم بر این هست، بیشتر فکر میکنم که ما بایستی روی داشته های خودمون عنوان یک ملت حساب کنیم. اگر ملت رو یک هرم تصور کنیم که در نوک هرم افراد الیت هستن و صاحبین قدرت، 90% اصطلاح شاکله این جامعه میشه طبقه متوسط اجتماعی و طبقات فقیر و محروم. این وظیفه طبقات متوسط اجتماعی من جمله پزشکان، وکلا، افرادی که در واقع تمکن مالی نسبتا مناسبی دارن، البته سوپر سرمایه دار نیستن، ولی دل در گروه خاک دارن، دل در گروه کشور ایران دارن، دل در گروه سایر هموطنانشون دارن که الان شرایط خیلی خوبی رو میبینیم طی نمیکنن. طبقه فقیر ما احتیاج به کمک داره و من معتقدم که کاری که خانم دکتر
زنوزی و دوستانشون انجام دادن فوق‌العاده قابل توجه هست، بدین جهت که ایشون کاری که دارن انجام میدن و سایر افرادی که تو این مسیر گام میزنن افرادی هستن که دارن نوعا مداخله در بحران میکنن و منم با همین ایده فکر میکنم ما بایستی مداخله در بحران بکنیم. در حال حاضر جامعه ایرانی جامعه هست که از جهاتی افسرده است، به عبارتی میگن جامعه عصبانی هست. حالا من نمیخوام بگم عصبانی ترین نمیدونم اینها، ولی واقعیت این هست که فیس تو فیس بر اساس آمارها این متاسفانه این درست هست و ما مردم هستیم که به کمک همدیگه باید بریم. مشکلات عدیدی فرهنگی این وسط وجود داره. به عنوان مثال شما فکر کنید همین طبقاتی که دچار مشکلات مالی هستن و گاهن به نان شب محتاج هستن، اینها امکان نداره که دچار مشکلات روحی روانی نشن. امکان نداره انسانی وقتی موقعیت خودش رو اینقدر دردناک میبینه و از طریق مدیا از طریق ماهواره زندگی های لاکچری و شیک رو میبینه، طبقات اجتماعی شیک رو میبینه، انتظاراتی درش ایجاد نشه و قصه نخوره. تا زمانی که ما آگاهی رو نداریم هیچ مشکلی نداریم، فکر میکنیم همه دنیا اینجوری زندگی میکنه. ولی مدیاها چند تا کار کرده، یک از کار کرده شون آگاهی ها رو میدن و این آگاهی ها انتظارات مردم رو بالا میدن میبرن. افراد احساس میکنن که در اون جایگاه خودشون نیستن. به هر حال این آگاهی ها خب کمک میکنه به مردم هم دانششون بالاتر، از اون ور خب تأثیرات خلقی قابل توجه منفی میذاره به صورت دیپرشن، به صورت افسردگی و اون برای قضایا برای کنترل اینها ممکنه که از کانالهای علمی استفاده نکنن. من اینجا هستم که بگم ما 1200 روانپزشک بسیار حاضر داریم که اینها دستانشون رو به طرف مردم عزیزشون دراز کردن. اینون از کره ماه نیومدن، از کشورهای اروپایی و نمیدونم آمریکایی نیومدن که فکر کنیم مرفهین بیدرد هستن، از دل همین طبقات فقیر بیرون اومدن. اکثرا تا جایی که من میشناسم بسیار اینا طبقات متوسط اومدن، درک بسیار خوب اجتماعی و روانشناختی دارن و آماده کمک هستن. منتها به علت موزلات فرهنگی خوب ممکنه که این کانکشن و این کامیونیکیشن خوب برقرار نشه. تصور بفرمایید فردی که دیپرشن داره یا استراب داره یا مشکلات متعددی داره، به جایی که بخواد از کانال‌های ساینتیفیک علمی که در کشور ما نهادینه شده و حالا به غیر از روانپزشک جراح‌های بسیار خوب ما داریم، متخصصین بسیار بسیار خوبی داریم، کشور ما شرایطش طوری هستش که به اعتقاد من میتونه یک توریسم پزشکی و موفق رو در واقع اداره بکنه. به هر حال این امکانات هست ولی مردم استنکاف میکنن، خیلیشون به خصوص تو رشته ما وقتی پای بیماری های اعصاب و روان وسط میاد، مردم فکر میکنن هر کس به یه روان پزشک یا یک روانشناس مراجعه میکنه حتما دیوانه است، به خصوص اگر زمانی که اون پزشک بخواد دارو درمانی رو شروع کنه. نمیدونم یا لازم هست باز من توضیحات دیگه رو بدم یا کافی هست. خیلی ممنون. اتفاقا یکی از پرسش های من هست، ولی اجازه بدین که از خانم دکتر زنوسی بپرسیم که خانم زنوسی تا اینجایی که آقای دکتر فخرزاده صحبت کردن راجع به این که جامعه ایران جامعه افسرده است و جامعه عصبانی است و ما باید کمک کنیم و اصلا هیچ ربطی هم به دولت و اینها نداره، ما میبینیم حتی تو کشورهای مثل آمریکا که هم از لحاظ فرهنگی ادعا میکنن خیلی جلوان، هم از لحاظ وضع مالی، ولی با یه بارون که میاد اینا دست نیاز به طرف مردم دراز میکنن و مردم میان کمک میکنن و اون موقعیش که نمیگه که پس دولت چی شد، وظیفش چی شد. اینا شما در این مورد پرسشی سوالی دارید یا به اصطلاح آقای فخرزاده ادامه بدن صحبتاشونو؟ خواهش میکنم. من تنها کامنتی که دارم جناب زوربی، من در چپایی که میرم ایران در طول سالهای مختلف و در تماسی که اینجا دارم با خانواده های فارسی زبان including مال افغانستان یا تاجیکستان و غیره، حس میکنم درد روحی و استرابات روحی. یعنی جامعه داخل ایران به یه شکل و مهاجرین خارج از ایران به یه شکل دچار ضربه‌های روحی هستند و من
به اصطلاح به عنوان فقط یه شخصی که از درد اونا درد میکشم و با گریه اونا گریه میکنم، احساس میکنم که جامعه پزشکی، کلن پزشکی خارج ایران، یعنی ایرانی که بسیار خودش در ایران قویه، ولی باید با جامعه پزشکی خارج از ایران با هم کارپریت کنن، با هم دیگه یه تیمی باشن به طرف مردم، که امثال آدم هایی که ما میبینیم، چه کارتون خواب، چه معتاد، چه کسانی که افسردگی دارن از فقر مالی، اینا کمتر دچار اینزای به صلاح ناراحتی ها بشن. من عذر میخوام که موضوع دیگه ای رو دارم میارم، حالا آقای دکتر میتونن بیشتر الابوریت کنن روی این مسئله. این هستش که یه تایتلی رو حتی روی فیسبوک گذاشتم به نام دستایت برای من، چشمهایم برای تو. واقعا آقای سوربی معتقدم با این تحریمات وحشتناکی که آقای دونالد ترامپ بیشتر و بیشتر بر ضد ایران دارن انجام میدن، وظیفه تک تک ایرانی ها هستش که خارج از ایرانن و همه ما اوضاع مرفه و خیلی خوب داریم، اگه عالی نباشیم اینقدر داریم که خارج از ایران داریم زندگی میکنیم و یه قهوه استارباکس 5 دلاری رو فقط برای برکفست میگیریم، یا میرن رستوران ایرانی، یا هر کی به هر دین و قومی من میبینم ماشادا خیلی خرج میکنن. اینقدر داریم که با اون 5 دلار پول یک هفته غذای گرم و یه بچه رو توی بلوچستان بدیم. این کودکی که من فرستادم منزل مادر جناب آقای دکتر، من واقعا یعنی آشنایی سختی با اون خانواده ندارم، ولی یعنی با این خانواده مریض، ولی مثل این فراوونن. من 2 بار از بلوچستان جناب سوربی بچه آوردم آمریکا و فرهنگ بچه بلوچ، فرهنگ کودکان سیستان و بلوچستان به خاطر فشارهای اقتصادی که روشون هستش یه مقداری فرق داره و ما نیاز داریم به اون منطقه، یعنی به استان زاهدان بیشتر توجه کنیم همه با هم. حالا آقای دکتر خونه شونه در اختیار مومانشون در اختیار این بچه گذاشتن، شاید از آمریکا یکی بتونه با 1 دلار در رو یا کمتر از اون مستقیم بدون خیریه بدون شخص سوم به طرف کودکان سیستان و بلوچستان بره. بسیار ممنونم. اجازه بدید که دوستانی که میپرسن که میتونن سوال کنن یا نه، چند دقیقه به ما وقت بدید، بعد من اعلام میکنم، اون موقع میتونید سوالاتتون رو مطرح کنید و من از آقای دکتر فخارزاده و خانم دکتر زنوسی میپرسم. ولی در صحبتهای هر دوی این عزیزان یه نکته بود که ای که دستت میرسد کاری بکن. و آقای دکتر فخارزاده، ما میشنویم این برانور این ضرب المثل ها، مخصوصا که بعضی وقتا من میگم خیلی رو ضرب المثل ها شما حساب نکنید، سرمایه گذاری نکنید. یکی از اونا اینه، به محتاجان ماهیگیری یاد بدین، بهشون ماهی ندید. نظرتون در مورد این ضرب المثل و این چیه؟ من خودم فکر میکنم خب کسی که گرسنه هست امروز الان گیرم من یک به اصطلاح وسیله ماهیگیری هم بدم و این اون وایس منم وایس، خیلی خیلی از ماهیگیرا تمام روز معطل میشن، هیچ ماهی نصیبشون نمیشه، حالا یا آب و هواست یا موج و به اصطلاح مسیر آب هست و اینا. نظرتون در این مورد چیه؟ بعد سوال دوم من اینه که اینایی که میگن خب پس وظیفه دولت چیه، چجوری میتونیم به اونا بگیم که من و شما به عنوان یک انسان، حالا هم وطن هم شهری هم زبان رو کاری نداریم، به عنوان یک انسان وظیفه داریم به دیگران کمک کنیم و مخصوصا اگر خود شماها قبول داشته باشید که دولت و حکومت عدم مدیریت و اون کارشناسی لازم
که باید داشته باشن اینها باعث شده که نتونن کارشون رو یا نخوان حتی نخوان کارشون انجام بدن. این دوتا سوال، یکی این که به کسی که گرسنه است باید ماهیگیری یاد داد یا میشه فعلا ماهی داد سیر شد بعد ماهیگیری یادش داد، و دیگری این که باید همیشه ما منتظر دولت باشیم حتی موقعی که خانم زنوسی مثال خیلی قشنگی زدن، اینجا شما یک کافی میخواید بخورید 4-5 دلار در میاد پاد، در صورتی که ایشون در برنامه قبلی به مردم میگفتن شما با 10 دلار میتونید توی ایران یک کیسه برنج، یک به اصطلاح شیشه یا باتل روغن بدید و یک خوراک خیلی ساده ای اونها داشته باشن. من ساکت میشم و نظر شما رو در این دو مورد جویا هستیم. بفهم در ارتباط با سوال اولتون که ضرب المثل ماهی و ماهیگیری، طبیعتاً خب گرفتن آموزش در هر دنیا حرف اول بزنه، هیچ کشوری نیست که بدون آموزش بتونه پله های ترقی رو طی کنه. اما مسئله‌ای که در واقع من، یعنی پوینتی که میخوام راجع بهش صحبت کنم این هستش که هر کدوم از این راه حل‌ها متعلق به یک برهه از زمان هست. فرض کنید که یک جایی زلزله میاد و اون زلزله یک جایی خرابی به بار آورده، یه ده گرسنه، یه جای آتیش که این مداخله در بحران رو در واقع طلب میکنه که افرادی که آسیب دیدن بیرون میان، افرادی که گرسنه هستن سیر بشن، افرادی که برهنه هستن. من به نظر پوینت خانم دکتر زنوزی به این ترتیب نمیتونیم صبر بکنیم بگیم که حالا 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه. طبیعتاً جا کار برای جا انقدر زیاد هست که اگر کسی بخواد اینستراکشن بکنه، آموزش بده، ماهیگیری یاد بده و مثلا کارهای بیسیکتر و اساسیتری انجام بده، به نظر من راه کاملا باز هست برای دوستان. تفاوت در اینجا هستش که خب یه دست به عمل میزنن و وقتی که یه کاری رو انجام میدن دیگران به جای اینکه تشویق بکنن شروع میکنن به بهانه‌جویی و انتقاد کردن. من فکر میکنم من دوست ندارم شخصا این حالت رو. به نظر ما اگر با هم دیگه بر سر مهر باشیم بایستی در هر مرحله تاکتیک‌های مختلفی به کار ببریم. مداخله در بحران یکی از مهمترین مسائل هست. توی روان پزشکی هم الان مسئله ما همین هست. ما بخش زیادی از مردممون بیماری‌های خلقی مثل دیپرشن دارن. خب بعد اگه که بخوایم کار ایجاد بکنیم مسلماً خود ایجاد کردن شغل و کار رو نمیدونم اینا جلوی اعتیاد رو میگیره، جلوی بیماری خلقی رو میگیره، جلوی مسائل طلاق رو. ولی الان چه باید بکنم؟ الان من روانپزشک بایستی مداخله بکنم، من و همکارهای دیگه هم بایستی مراقبت بکنم. یه فردی که دیپرشن داره نره به سمت اینکه حالتهای ملایم دیپرشنش بشه متوسط، بعد بشه شدید و بعد خدای نکرده وارد جنون بشه، هالوسینیشن پیدا کنه، توهمات بینایی و شنوایی پیدا کنه و گاهی وقتا دست به خودکشی بزنه. بنابراین میشه مداخله در بحران. این مداخله در بحران بسیار بسیار اهمیت داره و کاری هستش که ما روانپزشکا و افرادی که با ما کار میکنن، تعداد زیادی روانشناس خیلی خوب داریم در کشور، که همه ما باید دست به دست همدیگه بدیم کار انجام بدیم. اما در مورد سوال دومتون که منتظر دولت باشیم، که طبیعتاً کورلیشن و ارتباط بین نیشن و استیت، بین مردم و دولت، یک چیز بسیار اساسی و بیسیک هست. من خودم چون افیلیشن سیاسی خاصی ندارم بیشتر مایل هستم در فضای کار بکنم که اون فضا کپاسیتی و ظرفیت اثرگذاری خیلی زیادی رو داره. من یه مثال برای شما بزنم که متوجه منظور من بشید. شما خیلی از شهرهای جنوب ایران رو اگر بریم میبینید افرادی که دارن مثلا تکلیگری میکنن، گدایی میکنن، خود خیلی صحنه بدی هست. ولی همین شهر، همین صحنه رو شما در یه شهر مثل تبریز نمیبینید. آیا دولت اونجا پول بیشتری داره میده؟ آیا مردم مرفه‌تر هستن؟ به نظر میاد که اونجا یه اتفاق دیگه افتاده و اشاره من اون اتفاقه. اونجا مردم دست به دست هم دادن، افرادی که وسعشون میرسید کم هم نیستن، یک پرسنتیج و درصدی از اموال خودشون چیزایی که میخوان خیر به صلاح چی بکنن، به قول معروف تحت عنوان خیریه است، خیرات و مبرات است، تحت عنوان وقف است، تحت عنوان کمک‌های مالی است. یک ارگانیزیشن های اونجا شکل گرفته که اینا میگردن و افراد فقیر رو پیدا میکنن و اجازه نمیدن. یعنی شما تشریف ببرین تبریز،
من خودم 2 سالی که خانمم در تبریز دوره فوق تخصصش رو میگذرون، اونجا که رفتم واقعا پیدا نمی کردید، یعنی شما اونجا نمیتونید این چیز رو پیدا کنید. چه اتفاقی این رفته؟ من اشاره من به این هست، پس اگر ما بخوایم میتونیم، یعنی مردمی که توی تهران، توی شهرهای بزرگ، توی اصفهان، درصد زیادی از پول اینها صرف چیزای لاکچری میشه. حالا خب من نمیگم مثلا مردم این کارو نکنن. ببخشید آقای دکتر، منظور شما اینه که افراد فقیر رو پیدا نمیتونید بکنید، این منظورتون؟ فقیر بودن، اونجا یک سازمانهای غیر دولتی بودن که توسط خود مردم ارگانایز شده بودن، افرادی رو که مشکلات مالی داشتن ساپورت مالی میکردن. بازاریا ببینید، بازاری میتونه دو تا اورینتیشن داشته باشه، میتونه مانی میکینگ کنه، پولا رو تبدیل کنه به دلار، بفرسته به هر کشوری که دلش میخواد به خاطر اینکه احساس امنیت میکنه. اما همین بازاری میتونه اگر که تعلقی به خاکش داره، به کشورش داره، به هم زبان و هم مسلک خودش داره، بخشی از اون رو در یک سازمان غیر دولتی در واقع حضور به طبقات پایین‌تر کمک بکنه. در شما هیچ وقت اون صحنه زشت تکدیگری رو نمی‌بینید. شما در تبریز نمی‌بینید. بپرسید. خب کاری که من شخصا معتقدم که ما باید طبقات متوسط اجتماعی رو تشویق کنیم. دستشون رو بذاریم توی دست طبقات فقیرتر، محرومتر. فکر کنیم که امنیت اونها امنیت ماست. شما چطور در یک جامعه می‌تونید زندگی بکنید که فرض کنید که مردم گرسنه هستن؟ ما تو منابع دینیمون داریم که یک آدمی که وقتی فقر از یک دری وارد میشه، ایمان از در دیگه میره. ایمان که میره یعنی شما تبدیل میشه یه آدم سایکوپات که هر کاری میتونه بکنه، یه آدم گرسنه هر کاری میتونه بکنه. خب بنابراین چرا ما بایستی در یک کشوری زندگی بکنیم که میلیاردها دلار بود؟ حالا خب البته بعضی مالی مردم کمی الان تریستر بیشتر تحت فشارن، برای پاتایا، برای ترکیه، برای قبرس، برای یونان ایراد نداره، مردم زحمت میکشن، کار میکنن اینها، ولی بایست خودمون هم یک اورینتیشنی داشته باشیم که بتونیم چارچوبه های اطراف زندگی خودمون رو پر بکنیم. لازم هم نیست که خیلی کار عمده‌ای باشه و خیلی کار بزرگی باشه، به خصوص ایرانیانی که در ایران هستن. به علت ما و تفاوت قیمت دلار و ریال، کافیه که هر ساله، هر ماهی یک خانواده رو، یک فرد بیماری رو تحت پوشش قرار بدن. این باعث میشه که این فشارها از روی مردم برداشته میشه. بله طبعاً دولت هم وظایف خاص خودش رو داره، ولی ورود به اون داستان مسائل باعث بحث‌های اجتماعی و سیاسی گسترده میشه. شما تمام این فضاهای مجازی رو پر کنید، پر از این بحث‌هاست. ساعت‌های متمادی مردم دارن این کار رو میکنن و در نهایت هم میبینید به هیچ جا نمیرسن جز چالش و دلخوری و موافق و مخالف. نمیگن بعد خیلی هم خوبه، آگاهی ها، اینفورمیشن ها رد و بدل میشه، خیلی از فضاها بازتر شده. اما من معتقدم که اصلا مخالفتی ندارم، اشتباه نشه، ولی میگم که بخشی از این انرژی ما رو بذارید برای یک مداخله در بحران، که اگر یک کسی هم یک کاری میکنه تحقیر نکنیم، کوچیک نکنیم، برعکس بتونیم اپریشیت بکنیم، تشویق بکنیم. خیلی از افراد هستن که برای نان شب گرسنه هستن. واقعا خاطراتی که دوستانی که مثلا همین سرکار خانم دکتر زنوزی که میگن واقعا تکان دهنده هست. به نظر من ما نمیتونیم ساکت بمونیم. به نظر من افراد تحصیل کرده هم به هیچ وجه. و یه چیز دیگه به خدمتتون بگم، طبقه متوسط اجتماعی ایران بیشتر از هر چیزی از به کالچورال و فرهنگی به مردم ایران نزدیک هستن و میتونن کمک کنن. به اضافه اینکه در ایرانی که در آمریکا هستن، فکر میکنم نزدیک 1 میلیون ایرانی مهاجر مادر که اینها طبعا دچار مشکلاتی هستن. من خودم شخصا هیچ گونه مشکلاتی با همکارانی که میان راجع به روانشناسی مدرن و دنیای غرب مبتنی بر طبقات مرفه در واقع میان صحبت میکنن ندارم. کارشون کاملا علمی هست، کاملا اپریشیت کرد، بالاخره اینها هم کلاینت هستن، مردم و مشکلاتی دارن. اما فکر میکنم مخاطبین ما روانپزشکایی که در ایران هستیم، توده های فقیر مردم هستن که برای بدیهی ترین مسائل علمی، ساینتیفیک در مسائل اجتماعی و اقتصادی خودشون موندن. منظور اون که راه حل هایی که ما ارائه میدیم باید متناسب با اون مخاطبینمون باشه. وقتی که یک راه حلی رو برای یک قشر مرفه سوپر پولداری که مشکلش فقط شکست عاطفی هست و یا مثلا روابط متعدد هست، اینو میام میگیم بسیار عالی،
کاملا علمی، هیچ گونه مخالفتی هم شخصا من باهاش ندارم. آقای دکتر اجازه بدید که من از دوستان تشکر کنم که دارن شرکت میکنن و نظراتشون رو میگن. یکی از دوستان پرسیده که من میتونم سوالامو از طریق واتساپ با برنامه شما تماس بگیرم. خب ما میدونیم که واتساپ چون مجانی هست، خیلی از دوستان ایرانی دارن، ولی باور کنید من وقتی این واتساپ رو روشن میکنم یه دفعه میبینم 90 تا ویدیو آمده، 100 تا عکس آمده و اینها. اجازه بدید ما امروز رو به همین که بسیار قناعت کنیم، به همین که آقای دکتر فخرزاده دعوت ما را قبول کردن، خانم زنوسی با ما هستن و از برنامه آینده یا با تماس مستقیم، من صفحه فیسبوک خانم زنوسی رو بارها نشون دادم، امروز هم نشون میدم، صفحه فیسبوک شما رو نشون دادم، دوستان مستقیما تماس بگیرن تا هم اولا اگر یه چیز خصوصی میخوان عنوان کنن واقعا حالت یک ویزیت مطب و اینا رو داشته باشه. شما در صحبتاتون گفتید که طبقه فقیر هست که معمولا عصبانی هم هست و طرف شما بیشتر اونها هستن. بلا فاصله این صحبت تو مغز آدم شکل میگیره که خب بالاخره شما هم باید زندگی کنید و باید هزینه ای از این دوستان یا حق و زحمه ای دریافت کنید تا هزینه زندگیتون پرداخت بشه. این که اونها نمیتونن افورد کنن یا از پس این هزینه ها بر بیان، این رو چجوری؟ آیا شما دوستان هم حاضر هستید که جلساتی رو بذارید که توی اون جلسات کمک های مجانی، چون اینجا هستن یه افرادی میان ساعاتی رو کمک میکنن به افرادی که مسن هستن، بلد نیستن کار کامپیوتر انجام بدن، دوستان با شما همعقیده هستن. حتی آقای جعفری نوشته که در تبریز، به تبریز میگن شهر بیگدا، برای اینکه اهالی و بازاریان و سرمایه‌داران تبریز بیشتر افراد فقیر را تحت پوشش دارند. همین منطقه‌ای که من هستم، همین منطقه‌ای که خانم دکتر زنوسی زندگی می‌کنه که یکی از به اصطلاح بهترین‌ها هستند در ایالات متحده آمریکا، باور کنید شما این روزا دو تا چراغ ترافیک لایت یا چراغ راهنمایی که میرید پایین قرمز میشه، میبینید که یک خانمی یا یک آقایی راه میفته و میاد گدایی میکنه، مینویسه خونه ندارم، کارمو از دست دادم، به حدی شدت پیدا کرده که منطقه فیرفکس یک میتینگی داشتن، یک نشستی داشتن، تصمیم گرفتن که قانون به اصطلاح گدایی رو دوستان در آمریکا در 20 مایلی کاخ سفید، حتی تو خود واشنگتن روبروی کاخ سفید این اوضاع هست، قانون گدایی و اینها رو یک مقدار مشکل تر کنن و سر هر کدوم از این چهار راه‌ها یک تابلو بذارن که شما بتونید به اینا بگید که به این شماره زنگ بزن، یعنی از این ور ما تکس میدیم. ولی با همه اینها نگاه کنید ببینید مردم آمریکا چقدر بخشنده هستن و به اینها کمک میکنن. برگردیم به اون سوال، آیا شما و دوستانتون، جواب این رو من میدونم، فقط میخوام توی برنامه بگیرم، حاضر هستید ساعاتی رو با این دوستانی که احتیاج دارن، احیانا پرسش هایی دارن، به اصطلاح صرف کنید و با اینها باشید؟ من فکر میکنم که یه سوء تفاهم وسط افتاده، یعنی اتفاق افتاده. ببینید بالای 95% از مردم ایران دارای دفترچه‌های بیمه درمانی هستن، شاید هم 100%. بسیاری از افراد دارای دو تا دفترچه هستن. حق ویزیت پزشکای ایرانی از پزشکای عمومی گرفته تا انواع مثلا تخصص‌ها، اگر شما به دلار اون رو محاسبه کنید کاملا تعجب میکنید. شما تصور میکنید که به دلار امروز یک روان پزشک در ایران چقدر میگه؟ حدس میزنید که من به خدمتتون بگم؟ اصلا حدس نمیزنم، ولی همین الان یه مقداری حسودیم شد که ما تو آمریکا هنوز بیمه نداریم، ولی شما میگید تو ایران نزدیک به 100% مردم خدمات درمانی دارن و حتی بعضیا دو نوع بیمه دارن. شما بفرمایید. بله. جناب آقای صوری، اینا جزء حقایقی هست که بایستی گفت. من اصلا هدفم نه سیاه نمایی هست نه سفید نمایی هست. گفتم هیچ افیلیشن سیاسی ندارم. ولی خدمتتون میخوام بگم که چون سوال منو شما پاسخ ندادید، چقدر میتونید فکر میکنید که یک پزشک متخصصی که
سالهای سال درس مونده در واقع دریافتش از بزای هر بیمار فکر میکنید چقدر هست؟ والا چون نمیدونم اجازه بدید که نگم، شما به ما بگید. یه چیز ده 4 الی 5 دلار هست و خدمات روانپزشک در آمریکا نزدیک 200-250 دلار هست. بله، 1/4 تقریبا. بله، اینو خدمتتون دارم میگم. در نتیجه پزشکا برای اینکه بتونن که به زندگی عادیشون چیز کنن مجبورن لود بالایی از بیماران رو ببینن. به همین علت بسیاری از روانپزشکای ایران داره تجربه، یعنی 2-4 سال کار می‌کنه. همین پزشکی که در سراسر دنیا با تجربه که موارد اکیوت هست، حاد هست، شدید هست، بسیار از اینا پی تی اس دی هستن، بسیار اینا در مناطق غرب جنگ زده هستن، بحران‌های خیلی شدید، یعنی شما شدیدترین بیماری‌های اعصاب و روان رو یک روانپزشک مجبوره که منیش کنه، مدارا کنه با حداقل و با تعداد زیادی از اینا. در نتیجه به این علت میگم اینها یک سرمایه اجتماعی هستن. قرارم نیستش که قهرمان بازی در بیارم، میتونم ویزیت رو پس بدن، چون خیلی از مردم همین 4-5 دلار رو هم ندارن. بسیار از همکارای من خبر دادن که این کارو میکنن، اما مسئله اینه که از اون وقت بیمه با یه حد زیادی کوشش میده و مسئله مشکلی که ما داریم علم مراجعه مردم هست. یعنی بسیاری از مردم ببینید وقتی که شما سطح دانش و آگاهیتون پایین میاد بیشتر تمایل دارید که برید به طرف روش‌های غیر معمول درمان، مثل افرادی که جنگیرن، دانویسن، رمال هستن. شما باورتون نمیشه، من در شهرستانی که کار میکردم مریض برای پرداخت ویزیتش مشکل داشت، بعد مبلغ 500,000 تومان داده بود به بابایی که براش اونجا دعا بنویسه، یه آدم کلاشه. ببینید مسئله دعا درمانی به عنوان یک روش درمانی در پاراسایکولوژی پذیرفته شده است. کسی که میتونه دعا بکنه، ایمان داشته باشه، در مورد بسیاری از بیماری های نوروزیس کار میکنه، البته در مورد بیماری های جدی مسلما کار نمیکنه. ولی منظور این که بسیاری از افراد هستن که به طرف افرادی حرکت میکنن که شارلاتانن، حقه بازن. وقتی جامعه فقیر شد افراد سایکوپاتشون زیاد میشن، افرادی که یه ذره گوش دارن بهشون زیاد میشن. در نتیجه میبینید بسیار از مردم بیشتر تمایل دارن بیان به طرف به اصطلاح مسائل غیر علمی برای درمان، حتی اعتیاد. بله، برای درمان به جایی که به روان پزشک مراجعه کنن، افسردگی ها، اضطرابات که بک‌گراند و زمین ساز بیماری هستن کنترل بکنن، یا به در برای کنترل رنج های روحی و روانی و جسمی خودشون به طرف به اصطلاح نوع گیاه درمانی میرن. اونجا الان تحت عنوان طب سنتی یده افتادم بود و بدون که مخالفتی بخوام بکنم، فقط خواهش میکنم پوینت من رو دقت بکنید. بسیار از مردم میرن به طرف مصرف مواد مخدر، به خصوص توی جاهایی که هم مرز با افغانستان هستن و به صورت یک امر فرهنگی در آمده. میبینید که یکی از موزلات ما امروز مسئله وابستگی به مواد مخدر و تریاکی، و میدونید تریاک دوای هر دردی هست، ولی خودش بزرگترین دردی هستش که بدون درمان بخوام بگم درمانش بسیار بسیار مشکل است. آیه دکتر ببخشید من حرف شما رو قطع میکنم، چون به نظر میرسی خانم زنوسی میخوان صحبت کنن. یک دوستان که حتی از ایران هستن پیغام گذاشتن که من بعدا این پیام ها رو برای شما میفرستم. دوستانی که اینجا هستن من از تو خواهش میکنم آقای ابهری، لینکایی رو که قبلا در موردش توضیح فارسی ننوشتید نذارید تا اینجا جا باشه دیگران در مورد این برنامه صحبت کنن. بعد امروز اتفاقا با آقای ابهری هم برنامه خواهیم داشت صحبت میکنیم. ولی یه دوستی نوشتن که آقای جعفری نوشتن که ایشون با برنامه های خانم زنوسی آشنا هستن و خانم زنوسی هم نوشتن که لازم هست از شما و از سرکار خانم آقای جعفری در تبریز برای زحمات و فعالیت‌های انسانی آنها و کارگشایی در کارهای من برای کارتون خواب‌ها معتادین در ایران تشکر کنم. من از همه این عزیزان ممنونم، چون بعضی وقتا اینها مثل مثلا یک مهره هست که به هم وصل میشه به وسیله یک بند و هر کدوم از اینها نقش خودشون رو بازی میکنن و یه نفر نقش بند رو بازی میکنه و اون مهره ها رو نگه میداره. ما باید اینو یاد بگیریم که با هم باشیم. آقای فخرزاده گفتن که بعضی ها از روی به اصطلاح احتیاج میرن سراغ تریاک. من اینجا چند مدت پیش دیدم هر
در دوایی رو به اصطلاح میخوان بگن راجع به این ماریجوانا صحبت میکنن. بعد یک جلسه ای بود توی واشنگتن، یه نفر آمده بود برای سخنرانی و من اونجا فیلم میگرفتم، از ایشون سوال کردم این چه داروی معجزه سازی هست که همه به اصطلاح بیماری ها رو شفا میده. خیلی ساده به من گفت که این تنها کاری که میکنه اعصاب شما رو به اصطلاح از کار کردن میندازه یا آهسته میکنه. و حالا که شما راجع به تریاک گفتید یا تریاک گفتید، این یاد من اومد که دوستان اگر یه بدن دردی دارید، افسردگی دارید، با دوستان مینشینید یه جایی میگن یه پک بزن خوب میشید، یادتون باشه آقای دکتر فخارزاده میگه بعدن گرفتار اعتیاد این که میشید دیگه اون دوستان نیستن، اونا نمیتونن کمکتون کنن و خیلی مشکله. من ساکت میشم، فقط اجازه بدید من ببینم خانم زنوسی اگر صحبتی دارن. خانم زنوسی بفرمایید. من فقط میخواستم استفاده کنم از موقعیت و تشکر کنم از عزیزانی که از تو ایران، دوستانی که از طریق فضای مجازی که مثلا آشنایی نزدیکی باشون ندارم ولی در کارگشایی کارها توی ایران در رابطه با کمک به کارتونخوابا، کمک به معتادین، کمک به کودکان سرطانی که یه موردش در خود تبریز یک کسی به من مراجعه کرده بود از طریق وضعی مجازی و خانم جعفری و جناب آقای جعفری لطف کردن به من در حل این مسئله، در کمک به اون شخص کارای منو انجام دادن. یا اخیراً وقتی من تقریبا یه ماه و نیم پیش در بلوچستان بودم، مجددن سرکار خانم لطف کردن در رابطه با تهیه مواد غذایی، قیمتی رو به من یعنی کمکایی رو کردن که باعث شد اون پولی که من تونستم سیف کنم با وجودی که به خاطر تحریم من خریدم خارج از ایرانه، ولی با شناسایی مراکزی که حتی در خارج از ایران فعال هستن از طریق مارکت داخلی ایران تونستم باز مقدار بالاتری پول سیف کنم. لازم به یادآوری هستش که تحریمات آمریکا، یعنی دولت آمریکا از همون سال 1979 بله بله از همون 79-80 که شروع شد 1979 دقیقا از اون موقع تا الان جناب سلوی شامل کمک به محرومی نمیشه. من میخواستم همینو از تو سوال کنم چون خیلی از دوستان وحشت دارن و میترسن که نکنه ما یک کمکی کنیم و از طرف دولت آمریکا به اصطلاح مورد بازجویی و آزار و اذیت و اینها قرار بگیریم و واقع بشیم. ولی شما اینو برای مردم توضیح بدید که مواد دارویی و غذایی و اینها مثل که این محرومیت ها و یا این محدودیت ها شاملش نمیشه و ضمناً شما گفتید که این پول رو اینها رو از اینجا میخرین به اصطلاح برای اونها میفرستین. یه مقدار در این مورد توضیح بدید که اگه کسی سوالی داره برطرف بشه. ضمناً آقای جعفری یه سوال خیلی جالبی کردن که من بعد از آقای فخارزاده میپرسم چون این سوال خود من هم هست. بفرمایید خانم زنوسی. تحریم از همون اول و بعد قوانین اوفک، یعنی Office of Foreign Asset Control مال دپارتمان تریجری آمریکا، دولت آمریکا، شامل کمک به محرومین و چه سالمندان چه کودکان نمیشه. یعنی یک ایرانی میتونه سرمایه ببره توی ایران ولی باید پروف و به اصطلاح ثابت داشته باشه که این پولش، این سرمایهش برای محرومین داره خرج میشه. یکی غذا شامل میشه، یکی یعنی بیسیکلی غذا و بعد کمک‌های دارویی. فقط البته باید به شکلی باشه که مستقیم تو دست مردم و درمانی باشه، نه اینکه فروخته بشه در ارگان‌های داخلی ایران یا اینکه از طریق سازمان هلال احمر مثلا یک آلتریشن رو قیمت به وجود بیاد. من میدونم برای داروی واین کوستن، برای یکی از داروی شمی درمانی که در ایران نیستش، خب به خاطر تحریم
آقای سروی خیلی مشکل الان این دارو رسیدگی بشه. من دنبالش بودم برای یک کودکی که در استان کرمان هستش و بالاخره با بیمه، همونطور که آقای دکتر فرمودن، با بیمه، بیمه های تامین اجتماعی اسمش تو ایران و بیمه تکمیلی، تقریبا تمام شیمی درمانی بچه تقریبا مجانی داره میشه. یعنی من مخالف اینم که سرمایه زیاد آدم بده برای یه بچه مریض تو ایران، در جایی که انسانهایی هستن که گرسنه هستن و دولت آمریکا جلوگیری از شما نمیکنه. من تقریبا آقای سوربی الان هر هفته میرم ایران و دلیلی که خودم میرم به خاطر حساسیت دولت آمریکا به پولشویی و به مسائل قوانین تحریم. من ترجیح میدم مستقیم من خودم با دست خودم تو دست مردم بدم، چون قبلا سرمایه رو به شما در جریان هستین به خیریه ها میدادم. روی این اصله که هیچ ایرانی خارج از ایران در آمریکا نباید نگران باشه. در نتیجه ساختمان ساختن، مسجد ساختن، مدرسه ساختن غیر قانونیه، ولی قضا دادن به یک کودک محروم، پوشاندن لباس برای یه محروم، یک کودک نیمه برهنه، اینا نه تنها یعنی ایلیگال نیستش، بلکه سپورت میکنه دولت آمریکا. بله، نه تنها غیر قانون نیست بلکه دولت آمریکا رو حمایت میکنه. من یه پیشنهاد میکنم، چون ممکنه بعضی ها درست متوجه نشن و عملکردشون باعث دردسر یا اشکالی بشه، اگه میخوان کمک کنن وقتی که اطمینان حاصل کردن که شما و همسرتون دو تا دکتر که اینجا موفق و به اصطلاح همه میشناسن شما رو، احتیاج به $10 من نوعی ندارن، من ترجیح میدم این $10 رو بدم خانم زنوسی بره اونجا که میدونه راه کار، تجربه داره، قبلا با FBI اینها کار کردن، شرکت هایی که آمدن بدون تجربه خودشون رو به درد سر انداختن. ایشون یکی از کسایی که الان 20 سال من، البته خانوما میگن نگه چند ساله، 20 سال من میشناسم خانم زنوسی رو که در این کارها شرکت میکنن و فکر میکنم آسونتر باشه این کار رو انجام بدید. خانم زنوسی اگه شما باز صحبتی دارید ما شما رو روی خط نگه داریم، اگه نه اجازه بدید از شما خداحافظی کنیم، ولی ازتون قول بگیریم که در برنامه های آینده حتی قبل از سفرتون به ایران با ما باشید. توی اون برنامه من سعی میکنم اصلا صحبت نکنم، شما و آقای دکتر محمد فخرزاده با دوستان باشید و چون از قبلم اعلام میکنیم احیانا دوستان بیشتری هستن. اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه از شما خداحافظی میکنیم و بعد که قرار گذاشتیم با شما برای برنامه آینده به اطلاع دوستان بیننده و شنونده هم میرسونیم. خواهش میکنم، من عرضی ندارم، فقط تشکر میکنم از شما که اینقدر صادقانه و با احساس و واقعا بیشتر نبود آقای زوری، ولی دست که این هفته حد بوده ما همیشه واقعا نهایت لطف و محبت داشتین و تو هر برنامه‌ای که من بودم شما ساپورت کردین و کودکانی رو که آوردم آمریکا در آغوش کشیدین، چه از نزدیک چه از دور لطف شما به کودکان و محرومین رسیده. واقعا از صمیم قلب از شما تشکر می کنم، از طرف خودم و کلیه بچه هایی که توی ایران هستن، انسان هایی که صداشون مسیجشون به شما نمی رسه ولی دعای قلبیشون پشت سر راه شما خانواده محترم و بچه ها و نوه هاتون هست. خیلی ممنون خانم زنوسی، شما صحبت از در آغوش گرفتن و کشیدن کردین. این عکسایی که من دارم نشون میدم، مثلا این دختر خانمه با اون دیوار آجری پشت سر، اون پسر کوچولویی که اونجا مثل که میگن ضایعات، چیزای ریسایکلینگ رو جمع میکنن اینا، اصلا هر کدوم از این عکس‌ها ما داریم در گفته‌ها که میگن هر عکس گویای هزار کلمه است، ولی هر کدوم از این عکس‌ها هزاران دلار و هزاران میلیون ارزش داره. فقط اون شادی، اون لحظه که اینها خودشون رو امن میبینن وقتی شما رو
بغل من الان قادر نیستم صحبت کنم. در صورت من به نوبه خودم از شما ممنونم، من به نوبه خودم از آقای دکتر محمد فخرزاده و خانواده ایشون ممنون و متشکرم و امیدوارم، حتی آرزو میکنم که باز هم برنامه‌هایی رو داشته باشیم تا بتونیم این کار رو بیشتر انجام بدیم. ما از شما اینجا خداحافظی میکنیم ولی با آقای دکتر محمد فخرزاده باز خواهیم بود. بفرمایید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. دوستان عزیز، با خانم دکتر نسترن زنوسی بودیم. من در برنامه‌های گذشته صفحه فیسبوک ایشون رو نشون دادم، حتی امروز هم نشون دادم. همین اسم خودشونه. یکی از چیزهای خوب درباره آدم‌های خوب اینی که هی پشت اسمای قلابی و اینها قایم نمیشن، چون افتخار میکنن به کسی که هستن، افتخار میکنن به کاری که انجام میدن. و در مورد این کمک ها من سعی میکنم از آقای دکتر محمد فخرزاده یک به اصطلاح قولی بگیرم که این سوال دوستمون هم جواب داده شده باشه. آقای دکتر فخرزاده میپرسم به نظر شما چه کار باید کرد تا مردم با پزشکان و یا روان پزشکان آشتی کنند و مراجعه به روان پزشک را مساوی با بیماری روانی و یا دیوانگی نپندارند؟ ممنون میشم اگر پاسخ بفرمایید. من باور کنید دوستان، یکی دو ساعت قبل که اولین بار با آقای دکتر فخرزاده صحبت کردم گفتم شما از الان اسم من رو بنویسید که من هفتگی بیام. و اینجا بهش میگن تراپی، یعنی طرف گوینده رادیو تلویزیونه، طرف صاحب یه شرکت بزرگه، با افتخار یک ساعتی رو از کارش مرخصی میگیره، میگه من باید برم روان پزشکم رو ببینم، باهاش صحبت کنم و تراپی ببینم و اینها. میخوام از آقای دکتر محمد فخرزاده که یه مقداری درباره این تفاوت اینها، دکترای روان پزشک و دیگران صحبت کنین و این رو چجوری دوستان میتونن به قول دوستمون هم آشتی کنن، هم شروع بشه و اینم بشه یه چیزایی مثل چیزای دیگه ای که برای ما رایج شده و بعدم معمول شده. من ساکت میشم، شما بفرمایید. سوال خیلی خوبیه و واقعا میدونید که این استیگما یا راهی که وجود داره، اون لینک که ما همواره ازش رویگردان هستیم، یعنی بیماری روانی، یکی از مشکلات اساسی رشته ما هست. تصور بسیاری از مردم، حتی از افرادی که شما انتظار ندارین، افراد تحصیل کرده، هنوز شناخت خیلی خوبی راجع به رشته روان پزشکی و به تبع اون خدمات رشته روانشناسی ندارن. ببینید، راجع به نرمالیته تعاریف بسیار زیادی هست. یکی از تعاریف این هستش که هیچ انسانی به اصطلاح مفهوم اوتوپیایی شما نمیتونید پیدا کنید، یعنی مدینه فاضله، همه چیز the best باشه، عالی باشه، شما نمیتونید در یک آدمی پیدا بکنید. تعاریف دیگه ای هم هست که اجازه بدید که من در واقع وقتمون رو سیو بکنم. بحث ما این هست که نه تنها در ایران بلکه در خود آمریکا هم این مسئله وجود داره که مراجعه به روانپزشک و مصرف داروهای اعصاب و روان رو معادل جنون میبینن و خود داروهای اعصاب و روان که بسیار مظلوم واقع شدن این وسط، متهم هستن که بیماری روحی روانی درست میکنن، میگن اینقدر داروهای اعصاب و روان خورده که دیوانه شده. ببینید، کلمات که به کار برده میشه باعث میشه که بسیاری از مردم از روانپزشک، از روانشناس، از داروهای اعصاب و روان دوری کنن. من فقط یه چیز داره شما بگم که نقش داروهای اعصاب و روان رو به من آدمی که ده هزار بیمار رو درمان کرده و من عضو کوچیکی هستم از این خانواده بزرگ، یعنی واقعا ما اساتید بسیار بسیار برجسته در ایران داریم که من افتخار شاگرد اینها رو داشتم و همکارای بسیار خوب و افرادی که تازه فارغ التحصیل شدن فوق العاده عالی هستن. این خدمت میخوام بگم، تجربه مشترک همه ما این هست که داروی اعصاب و روان بسان یک چتری هست که شما دستتون میگیرید و وقتی که بارش باران خیلی شدیدی در اطرافتون هست، باد و باران میاد، این مثل یه تنپوش خیلی گرمه. داروی اعصاب میتونه در مواقع بحرانی که شما توی برفا قرار گرفتید، توی پالتو خیلی گرم بپوشید، لباس خیلی مجهز داشته باشید، چتری هم بالا سرتون باشه، تو بارش باران هم میتونید لذت ببرید، چون یک پروتکشن برای شما ایجاد میکنه. منتها خب
یه اما اگرهایی داره، داروهای اعصاب روان در بحران ها وقتی که تاثیر شروع میکنیم پرسکرایب کردن، تجویز کردن، یه سود 2 هفته، 3 هفته، 4 هفته طول میکشه که اثرات واقعی خودش نشون بده. این یک مطلب. دوم، بسیاری از مسائل روحی روانی برای مردم در اثر مزمن شدن، طولانی شدن و انکانتر شدن، مواجه های مکرر باعث میشه که ما فکر کنیم زندگی همینه. یعنی گاهی وقتا یک نوع افسردگی های وجود داره که اصلا با گوشت و پوست و استخوان ما یکی شده. من چند وقت پیش از این کانال یه خانومی که قبلا جز بیمارای خودم بود و چند سال پیش درمان کرده، مهاجرت کرده بودن به آلمان و ایشون پارانوید شده بودن. یعنی فکر میکردن چقدر جامعه آلمان داره اینو خوب پذیرایی میکرد، چقدر ساپورت میکرد، ولی اینو هر جا میرن پشت سرم دارن حرف میزنن، پشپش میکنن اینها. شدت دیپرشن این خانم به قدری بود که رفته بود تو پارانویا و در واقع حالت ساسپیشنس و شک و تردید، که من ازش خواهش کردم، گفتم شما که تجربه خیلی خوبی دارید، چند سال پیش که دانشجو بودید اومدید پیش من، حداقل خواهش میکنم یک ماه این دارو بخور. که دیروز یا پریروز بود، حدود 3 هفته میشد و مرتبا زنگ زد که دارو آقای دکتر اثر نکرد. ظرف 3 هفته بیمار به حالت عادی برگشته، دیگه حالا کلمه قشنگی نیست، خیلی بیمار های کامپلین، پر شکایت، نوراتیک، خیلی سریع خلق تحریک پذیر داشت. بیمار کاملا علائمش کنترل شد. یعنی اولین کسی که در واقع اون کنار داره دعا میکنه همسر محترمش هستش که قصد جدایی ازشون داشت. ببینید گاهی وقتا یه گرهی رو میشه با دست باز کرد، ما میخوام با دندون باز بکنیم. داروهای اعصاب روان به نظر ما یک معجزه است، یک میراکله. سال 1948 اولین داروی آنتی سایکوتیک جهان به نام کلورپرومازین کشف به صورت کاملا اتفاقی. این کشف باعث شد که تمامی زنجیرهای روانپزشکی در مدهاس و دیوانخانه ها به کنار گذاشته بشه، به خاطر که متوجه شدن که یه تغییراتی در واقع در مغز ما به جهت شیمیایی اتفاق میفته که این تغییرات کافی با دارو کنترل بکنید و فرد هالوسینیشن، توهمات، دیلوژن ها و بسیاری از رفتارهای خارج از کنترلش، خشونت ها، ریج ها، آتریج ها، پرخاشگری ها، رفتارهایی که سلف هارمینگن، همه اینها کنترل میشه. این البته در مورد بخش کوچیکی از بیماری اعصاب روان هست. یعنی وقتی که میگیم همه ذهنش میره بیماری اعصاب یعنی جنون یا دیوانگی، درسته که بخش بسیار کوچیکی از بیماری ها هست. بیشترین بیماری هایی که ما داریم بیماری های نوروزیس هست، بیماری های خلقی هست، بیماری های مربوط به خواب هست، سکچوال دیزوردر ها، اختلالات جنسی هست، اختلالات خواب هست، اختلالات حرکتی هست، اختلالات اتنشن هست، اختلالات انواع اقسام. یعنی شما نمیتونید تصور کنید که چه گستری از این در واقع تاپیک های متفاوت و متعددی داره این رشته و چطور این رشته مظلوم هست به خاطر اینکه یه عده عامدن این کار رو میکنن. انگار یه کامپیتیشنی هست برای که میخوان علم رو تخریب کنن، یک جای متوقف بکنن و شاید نمیخوام این کلمه رو بگم، کلمه قشنگی نیست، انگار بیزینس خودشون رو با استفاده از چیزهای دیگه که این لاجیکه کاملا غیر قابل اثر بودن اونها به نوعاً اثبات شده. متوجه هستید به شما میگم اونها رو میخوان به خاطر که یک نوع کامپیتیشن و رقابتی هست که میخوان علم رو کنار بزنن. متاسفانه علوم انسانی در جامعه ما با بیمهری مواجه شده. یکی از این علوم مثلا علوم پزشکی هست. به این علت من ادعا میکنم به صورت جدی معتقدم که علم طب در ایران رشد بسیار بسیار خوبی داشته. بسیاری از ایرانیانی که در اینجا در آمریکا مشکلات مالی دارن و امکان سفر دارن به ایران توصیه میکنن حتما از امکانات و خدمات پزشکی ایرانیان استفاده کنن. هم میتونن کمکی بکنن به جامعه خودشون، تزریق پولی به اونجا بکنن، هم از خدمات و تجربیات گسترده اونها استفاده بکنن. به هر حال به نظر ما بیماری های اعصاب و روان بخشیش با دارو درمانیه، بخش بسیار زیادش با مشاوره ها هست، با مریکال کانسلینگ هست، با سایکوتراپی ها هست، با شناخت درمانی ها هست، با رفتار درمانی ها هست. بنابراین زهر کرانی صد تیر دعا کردم روان شاید ادام میان یکی کارگر شود. یعنی امکانات بسیار بسیار متعددی برای این رشته در واقع فراهم شده که بسته به بیمار که آیا بیمار مشکلاتش در چه حدی هست، آیا با دارو درمانی کنترل میشه،
بعضی از بیماران لازمه بستری بشن برای اینکه به خودشون و به دیگران صدمه ممکنه بزنن. بعضی از بیماران ممکنه که حتی اگر قصد خطرناکی داشته باشن ممکنه که به من مراجع قانونی بزنن، ولی بالای 95 درصد از مردم واقعا احتیاج دارن که بیان گفتگو کنن، صحبت کنن، کاتارسیس کنن، تخلیه هیجانی کنن، بشنون. یک نفر صحبت‌های اونها رو بشنوه. یکی از روش‌های درمانی این هست. به این علتی که در بسیاری از خود فرهنگ‌های ما مردم اینقدر به امامزاده‌ها گرایش دارن، چون امامزاده تنها روانپزشک روانشناسی هستش که سکوت می‌کنه، حرف نمی‌زنه. افراد می‌خوان یک جایی به خودشون از حالت هیجانی تخلیه کنن، غمشون، غصه‌شون، عشق‌های شکست خورده‌شون، نفرت‌هاشون، همه اینها رو به قول شاعر شانه‌هایت رو برای گریه کردن دوست دارن. اونجا تنها جایی هست که میان و بعد میگن که استخون سبور کردیم، چقدر حالمون خوب شد. آقای دکتر فخرزاده ببخشید من حرف شما رو قطع می‌کنم، در رابطه با اینکه بعضیا به داروهای گیاهی یا حتی اون چیزایی که اعتیاد آوره پناه می‌برن، این دوستمون یه سوال کرده توی فیسبوک، نوشتن آقای دکتر در جامعه بیشتر مردم از داروهای تجویزی توسط پزشکان فرار میکنن و به داروهای گیاهی رو میآورن، مانند تریاک و آنها را به داروی شیمیایی ترجیح میدهن. علت را بفرمایید. قبلا شما یه توضیح دادید، اگه میشه این رو الابوریت کنید یا باز کنید به اصطلاح تا بیشتر آگاه بشید. جناب آقای صبحی، برمیگرده به نگرش مردم. مردم تصورشون است که هر چیزی که از گیاه گرفته میشه بی خطره و هر چیزی که در واقع تو کارخانه های صنعتی سنتتیک میشه و ساخته میشه شیمیایی، و شیمیایی هم طوری به کار میبرن انگار بمب شیمیایی در واقع به کار برده بشه. واقعیت این هست که خطرناکترین داروها میتونن داروهای گیاهی باشن. شما از گیاه کوکائین تصور بکنید که در بولیوی و در آمریکای لاتین از گیاه کوکا گرفته میشه، از خود کانابیس یا حشیش که حشاشیون در ایران شکل گرفته بودن که میدونید که متعلق میشه به دوره تاریخی حسن صبا که اسسینیشن میکردن، اسسینیشن که به حشاشیون در واقع عبارتی میگن گرفته میشه، به خاطر اینکه توهمزا بودن و مقادیری مصرف میکردن و این به فرمان اون لیدر مذهبی که شکم خودش رو پاره میکرد، که از بالا خودش رو چیز میکرد، افراد تحت کنترل یه فرد صاحب قدرت دانا قرار میگرفتن که اثرات این داروهای گیاهی رو روی پیروان و فالوورهای خودش میدونستن. و بدتر از همه اگر از هشیش بگذاریم، اگر از هشیش و کانابیس بگذاریم و همینطور از کوکائین که خطرناکترین موادی هستش که از دل گیاه گرفته میشه، خود اوپیوم هست یا افیوم که یک واژه یونانی هست به معنی اساره یا ابستراکت که ما میگیم تریاک به زبان فارسی یا تریاک، یکی از مؤثرترین و متاسفانه خطرناکترین به اصطلاح سابستنسی است که در دل طبیعت هم هست و بشر هم اون زمان که علم پزشکی آنچنان پیشرفت نداشت چاره‌ای نداشت که برای درک از استفاده کنه. ولی امروزه که علم پزشکی پیشرفت کرده، هر دارویی که نگاه میکنیم میلیون ها بار تجویز شده و پزشک تمام عوارض اونها رو میدونه و داروساز تمام اونها رو به شما تجویز میکنه، هیچ راهی مطمئن تر از این تجویز این داروها نیست. چرا؟ چون پزشک کاملا کنترل میکنه، میدونه کی شروع کنه، به چه مقداری پله به پله بالا ببره، وقتی آتش بیماری خاموش شد چطور پله به پله قطع کنه. به ریشه بسیاری از اختلالات اعتیاد ما این هست که افسردگی داره، استراب داره، مریدال کانفلیکت داره، دردهای بدنی داره، کارگره که آرتروز بدنی پیدا میکنه. خب اینا میدونید که روش های درمانی بسیار مؤثری در وجود داره، ولی با مصرف دریار مدت چند ماه فرد دردش خاموش میشه، خب میگه خدا پدرت بیاموز، اما نمیدونی که از توی چاله افتاده توی چاه. نه تنها دردهای بدنی بلکه رنجهای روحی روانی به صورت موقت در واقع چه کار میکنه؟ خاموش میکنه. به محضی که شما این داروها رو قطع میکنید، یعنی اوپیوم رو، تریاک رو قطع میکنید، انواع اقسام اختلالات روان پزشکی با چند برابر شدت برمیگرده. دیپرشن با شدت برمیگرده، اضطراب به شدت برمیگرده. بسیاری از افراد آنچنان منتالیتشون تحت تاثیر قرار میگیره و هورمون ها و نوروترانسمیترهاشون به هم میریزه که دچار سایکوزیس یا دچار علائمی مثل جنون میشن، خشونت اعمال خشونت میکنن. یکی از علائم ویدراوال ترکیم هم این هست. این هست که واقعا این توصیه برادرانی میکنن که مردم مراقبت بکنن، به ما اعتماد بکنن. پزشک قسم خورده
و هر کسی که شما تصور میکنید، من این میتونم به شما بگم، تعهد اخلاقی داره، تعهد وجدانی داره. جایی بله، ببینید که وقتی بیماری اندستیج هست، یه بیماری هست که کانسروس، یک سرطان بسیار کشنده پیشرفته‌ای داره که تمام بدنش رو گرفته، متاستاتیکه و دردهای خیلی شدید بدنی داره، طبیعتاً باز هم پزشکی میتونه با انواع اقسام داروهای مخدر قوی که هست، اون دارو ترسی هم دیگه ما نداریم برای احتیاجش، چون میدونیم بیشتر 3 ماه 4 ماه 6 ماه بیشتر مهمون ما نیست، بین بد و بدتر ما بد رو انتخاب میکنیم، ما میخوایم بدون رنج بمیره، بدون درد بمیره. بنابراین ببینید این مثل یه اسلحه میمونه، مثل یه چاقو میمونه، برای کی، در چه زمانی، در چه مکانی، برای چه هدفی رو به کار میبرید. بسیار ممنونم. پس نتیجه این که مردم فکر میکنن که اونها چون گیاهی هستن سالمترن و اینها چون شیمیایی و کمیکال از توی لابراتوار درست شدن، در صورتی که اینها آزمایشات بیشتری شده. یه صحبت بفرم. یه نکته راجع به داروهای گیاهی خدمتتون بگم. داروهای گیاهی بسیاری از این، به هر حال هر چیزی که اثر میذاره دارای یک اتم و یک ارزم بزرگتون مولکول هست. داروهای شیمیایی هم همین خاصیت دارن، ولی کاملا سیمپلن. شما شیمیدان ها میتونن مثلا فرض کنید هیدروژن شماره 3 ایمیپرامین رو بردارن و کلور رو جایگزین کنن. اینقدر این پیشرفت کرده، ایمیپرامین تبدیل میشه به کلومیپرامین، یکی از داروهای ضد وسواس بسیار مؤثر هست. یک دارو هست کاملا شما میتونید فالو کنید در خون، میزان مقدارش رو در خون اندازه گیری بکنید، تا 250-350 میلی گرم رایز بکنید، افزایش بدید، بعد پله پله قطع کنید. اما در مورد داروهای گیاهی شما 100-200-300 آلکالوئید دارن، طیف گسترده‌ای از مواد در داخل اینها، بسیار شاید اینا ناخالصی داره. نمیخوام بگم که نظر ما، ببینید اساسا دیگوکسین به عنوان یک دارویی که مدرن بود، یعنی ادرار آور بود، الزاما در واقع کشف شد، یه داروی گیاهی بود که این بعد دارو به صورت گیاهی دیجیتوکسین در واقع پیدا کردن و دیدن ادرار زیاد، ادرار افراد بیمار مبتلا زیاد میشه، ولی بعدا متوجه شدن که این کنتراکتیلیتی و انقباض جداره عروق و عضلات قلب رو زیاد میکنه. افرادی که دچار نارسایی قلبی هستن قلبشون جمع میشه، از اون حالت دیلاته به اصطلاح خارج میشه و به حالت طبیعی برمیگرده و شروع میکنه خون رو راحت پمپ کردن، و چون خون راحت پمپ میشه خون زیادتری به کلیه ها میاد، ادرار زیادتری درد میشه. ابتدا به عنوان داروهای ادرار آور اینو، ولی بعد دیدن که نه، فرد حالش خوب شد و یکی از مؤثرترین داروهای قلبی. نمیخوام بگم، این علم پزشکی یک داور بسیار خوبی هست، اگر یک گیاهی اثر بخشی خودش هست، اون دارو رو اکستراکت میکنن، جدا میکنن عصارش رو، و بعد میان تو آزمایشگاه اون رو اثر میکنن، بعد به شکل سنتتیک، به شکل قرص دیگه تو کار به گیاه ها ندارن، این تو داروخانه ها میسازن. متوجه منظور من میشید؟ این هست که علم پزشکی اصلا تأثیری نداره که بخواد بگه که داروهای گیاهی بدن یا خوبن. معتقده توسط چه مرجعی، چه کسی، چقدر دوره دیده، چقدر تجربه در این کار داره. آیا یه نفر که اونجا نشسته در ایران داروهای مختلف رو داره در واقع با هم ترکیب میکنه؟ همین داروهای شیمیایی که بعدشون میگن اینا، بسیاری از اینها، حالا نمیگم همشون، بسیار قشر شریفی هستن، ولی بخش قابل ملاحظه از اینها همین داروها رو میگیرن، پودر میکنن، با این مقدار گیاه قاطی میکنن، به مردم میدن. مردم که نمیدونن این داستان چیه، ولی شما به هر داروخانه مراجعه بکنید، بروشورش مشخصه، دکتر تجویزش اون رو تجویز کرده مشخص هست، مسئولیت دکتر داروساز مشخص، مسئولیت پزشک مشخص هست، و اینکه ما میدونیم که چه عوارضی ممکنه داشته باشه، عوارض کنترل شده است، محدود است، و پزشک مسئولیت اون رو میپذیره. اما در مورد داروهای گیاهی سکوت ما داریم، یعنی ما نمیدونیم چی داریم میدیم. میدونید بخشی از اینها ممکنه اثرات تلقینی داشته باشه و افراد به این علتشون وابسته باشه. بسیار ممنونم آقای دکتر. من تا قبل از امروز فکر میکردم شما در ایران هستید، ولی بعدن که با هم صحبت کردیم فهمیدم که در آمریکا هستید. کجای آمریکا هستید و اینجا آیا مطب دارید یا توی کلینیک یا بیمارستانی چیزی کار میکنید؟ من در آتلانتا هستم و عدم حضورتون که دنبال یه فرصت مطالعاتی هستم و حالا بعد دیگه نمیدونم با آن چه اتفاقی میفته. خب طبیعتا میل بازگشت به کشورم خیلی زیاد هست، دوست دارم کشورم رو، باطوری که
یه درختی رو شما تصور کنید که 56-57 سال در یک جایی ریشه داشته، حالا بنا به مسائل شخصی که بهتره راجع به صحبت نکنم، به آمریکا اومدم. فقط اینو بگم، فقط داره درمان همسرم که متاسفانه از دست رفت و حالا فعلا من اینجا در کنار بچه‌هام هستم که همه با هم آرامش داشته باشیم و سعی میکنم تا جایی که به من مربوط میشه در خدمت ایرانیان مقیم آمریکا که میدونم مشکلات مهاجرت دارم، میدونم یکی از بالاترین استرس هایی که به هر فردی وارد میشه، قبلا در بسیار از منابع و رفرنس ها معتقد بودن که مرگ فرزند در کشورهای شرقی و مرگ همسر در کشورهای غربی بالاترین میزان استرس رو در واقع ایجاد میکنه، ولی امروز مشخص شده مهاجرت یکی از بالاترین شوک ها رو به افراد، در اینکه من شخصا انتظار دارم بسیار افرادی که اینجا مهاجرت میکنن به علت اینکه باید پذیرفته بشن در جامعه ای که هیچ گونه سنخیتی بشن و سالها و مدتهای طولانی زمان میبره که خودشون اجازت بکنن، اما اصلا مشکلات دارن، مشکلات خلقی دارن، مشکلات مریتال دارن، شوک های فرهنگی خیلی وحشتناکی، بسیار از خانواده ها مورد تهدید واقع میشن، بسیار از خانواده ها دچار جدایی میشن. به هر حال این مسائل و مشکلات هست. ما یک جامعه بسیار بزرگ متکثری هستیم که در سراسر دنیا وجود داریم، تفاوت آنچنانی نمی کنه، فقط باید دل به دل همدیگه بدیم، دست به دست همدیگه بدیم، به همدیگه هر کس در هر جایی که هست کمک بکنه، چه در ایران و چه در خارج از ایران. هدف من هم هم. خیلی ممنون. من نمیخواستم در مورد همسر شما صحبت کنم، شما لطف کردید و این رو گفتید، ما بهتون تسلیت میگیم و ما رو در غم خودتون شریک بدونید. میدونم که امریکایی یه چیز دارن بهش میگن کلوزینگ، ولی هیچ وقت این غم ها فراموش شدنی نیست و شما خیلی قشنگ این رو شکافتید که از دست دادن فرزند بزرگترین غم بوده برای غربی ها، از دست دادن همسر و الان مهاجرت بهش به اصطلاح اضافه شده. شاید شما با همین کمکی که به من مهاجر و دیگر دوستان میکنید و خواهید کرد یه مقدار کمک بشه به خود شما که اون غم رو آسان‌تر تحمل کنید و خیلی ممنونم که با ما به اصطلاح داستان زندگیتون رو شیر کردید. من امیدوارم در برنامه آینده باز با هم باشیم و بیشتر شما رو داشته باشیم و نمیدونم چه جوری بگم، آمریکایی‌ها میگه من نمیدونم how to say thank you. واقعا ممنونم از شما که ما رو به اصطلاح خیلی سریع بود این دعوت و امروز صبح من به شما تماس گرفتم و اینها، حتی فرصت به اصطلاح نوشتن روی فیسبوک یا روی صفحه مردم تیوی اینا نبود، ولی شما لطف کردید، قبول کردید و ممنونم از شما. اگر باز صحبتی هست بفرمایید. در خاتمه، شما روانپزشک هستید، اگه یه توضیح بدید درباره تفاوت این حالا یا مقام ها یا لقب هایی که شما در این رشته روانپزشکی دارید تا دوستان آشنا بشن، چون متاسفانه بعضی ها هستن بدون اینکه روانپزشک باشن با همون به اصطلاح لقب دکتر مردم رو در خاموشی نگه میدارن، در تاریکی نگه میدارن. یه مقداری این رو توضیح بدید و قول میدم این آخری سوال باشه، مزاحم شما نشم. من با دکتر امروز که صحبت کردم گفتم 30 دقیقه، ولی الان نزدیک به 1 ساعت و نیم 90 دقیقه است که ما داریم صحبت میکنیم. لازمه که من 3 بار از ایشون تشکر کنم، 3 برابر نیم ساعت. یه مقداری توضیح در رابطه با این روانپزشک و دیگر به اصطلاح درجات دکترایی که این کار رو انجام میدن توضیح بدید. من فکر می‌کنم دانش بسیار مردم اونقدر هست که اصطلاح، البته واقعیت این هستش که گاهی وقتا این تفاوت‌ها دیده نمیشه. من خیلی به علت اینکه روانپزشک هستم حقیقتا تمایل ندارم که این موضوع رو باز کنم، ولی چون شما پرسیدین خدمتتون عرض می‌کنم. روانپزشکی رشته تخصصی پزشکی هست، مثل داخلی، مثل جراحی، مثل زنان هست. شما یه دوره پزشکی رو باید بخونید، فیزیولوژی بدن با پاتولوژی بدن با آناتومی بدن با مغز با نورولوژی با همه اینها در واقع آشنایی دارید و بعد مهمتر از همه با دارو درمانی در حد پزشکی عمومی. بعد شما مدت 3 الی 4 سال میاد بیماری‌های روحی و روانی رو در واقع مطالعه می‌کنید. رشته‌های دیگه‌ای هم هستن که
واقعا مهمن، کمک میکنن، مثل دوستانی که میان و یک لایسنس روانشناسی میگیرن و بعد فوق لیسانس میگیرن و پی اچ دی میگیرن. طبیعتا اون نگاه ارگانیک رو به بدن ندارن، ولی تو رشته خودشون طبیعتا آدم های بسیار مهم و تاثیرگذاری هستن، همکارهای بسیار بسیار خوب ما هستن و ما اساسا در تمامی کشورهای تیم ورکی. در بعضی از جاها متاسفانه کامپیتیشن ها و رقابت های وجود داره. خود من شخصا به این باور ندارم، معتقدم که همه ما به علت اینکه همه ما از دانشگاه بیرون اومدیم، نگاه ساینتیفیک و علمی داریم، بایستی در کنار همدیگه یک تیمی رو تشکیل بدیم که من روان پزشک فرض می کنم اگر لازم باشه بیمار رو بستری کنم، اگر لازم باشه دارو درمانی برای شروع بکنم و در بسیاری از موارد از همکارهای روانشناسمون کمک بگیریم و یک کار مشترک گروهی رو در واقع انجام بدیم. این مسائل هست. و فقط یه نکته دیگر بگم راجع به دارو درمانی، چون من خیلی نمیخوام راجع به این کامپیتیشن های حرفه‌ای صحبت کنم، اجازه بدید که از این بگذرم و برم راجع به مسئله‌ای که بگم. توی مسائلی که بحران هایی که واقعا اتفاق میفته که اخیرا برای خود من اتفاق افتاد، منجر شد که من به عنوان یه روانپزشک توی، شاید درست نباشه این رو بگم ولی چون از من پرسیدین دیگه فکر میکنم راحت هست، نمیدونیم که ملت ایران خانواده ما هستن. واقعیتش اینه که من دچار دیپرشن خیلی شدید شدم، چون فرد بسیار عزیز و برجسته و دانشمند و دلسوزی بود، اگر شما مردم ایران بپرسین یکی از بهترین و محبوبترین پزشکایی بود که در اونجا کار میکرد و من افتخار اینو داشتم که همسرم بودم متاسفانه فوت شدن. یه مدتی خود من دچار دیپرشن شدم و دو سه ماه دارو درمان. منظور این که ببینید، و حتی دخترهای خودم که احساس میکردم که دچار دیپرشن، مدتی مشخصی که لازم میشد مثل همون چیزی که مثل اون بحران در واقع بیرون بیاره. ببینید اینو میخوام بگم، مردم ادوارهای اعصاب و روان واهمه نکنن. اگه توسط پزشکا که حاضر هستن، دوره دیدن، ادم حضورتون دلسوز هستن، میدونید مسئولیت ما داریم در مقابل مردم. نمیخوام بگم همه مردم دارو بخورن، اصلا منظور من این نیستش. مواقعی در زندگی ما وجود داره که آنچنان زندگی ما رو در هم میپیچونه، آنچنان رنج ها و غم ها ما رو از پا در میاره که شما هیچ چاره‌ای ندارید که از دارو استفاده بکنید. البته کوتاه مدت از 3 تا 6 ماه مثلا برای دیپرشن وسواس نزدیک ماه الهی 1 سال است، بسته به نوع بیماری. مثلا بیماری شیزوفرنیا ممکنه مریض سالهای طولانی لازم باشه دارو بخوره و ازم حضورتون باید مراقبت بشه که مثلا این داروها به هر حال توسط پزشک کنترل بشه، میزان دوزاجش و خیلی چیزهای دیگه. و بسیار از بیماران هم داروشون بعد از مدتی قطع میکنن. وقتی که هوا آفتابی میشه لازم نیست که شما چتر بالا سرتون باشه، شما میتونید چتر رو ببندید. بالاخره زندگی قوانین خاص خودش رو داره، همیشه غم ها و رنج ها نیست. زندگی گاهی وقتا به ما لبخند میزنه. من امیدوارم که زندگی مردم ایران و سراسر جهان پر از لبخند شادی باشه. ممنونم از شما، به امید دیدارتون، به امید اینکه شما رو باز هم در برنامه ها داشته باشیم. و من در طی برنامه صفحه فیسبوک شما که به اسم خودتون محمد فخارزاده، حتی کلمه دکتر رو هم قبلش ننوشتید بود، نشون دادم. از دوستان میخوام که مستقیما با خود شما تماس بگیرن و اگر هم پرسشی سوالی هست یا مشکلی در تماس با شما هست، میتونن از اینفورمیشن های تلویزیون مردم استفاده کنن و با شما باشن. همینجا من هم از دوستان خداحافظی میکنم و باز هم از شما ممنونم که با ما بودید. خیلی ممنون آقای دکتر فخارزاده. من هم تشکر میکنم از وقتی که در اختیارم. بسیار ممنون، متشکرم. دوستان ما امروز ساعت 3 بعد از ظهر هم برنامه زنده‌ای داریم که شما رو به دیدنش دعوت میکنم. روز روزگار بر شما خوش.